برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ماه مبارک رمضان 1444 امروز پنجشنبه سوم فروردین 1402 آغاز شد. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی شب گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هلال ماه مبارک رمضان نزد معظم الله ثابت گردید و روز پنجشنبه اولین روز از ماه مبارک است. پیشتر اعلام شده بود که جلسات بررسی و پیگیری رؤیت هلال در دفاتر آیت الله العظما شیرازی در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. مرکز شهر لندن برای اولین بار به مناسبت ماه مبارک رمضان با 30,000 چراغ نورافشانی شده و این ماه به مسلمانان تبریک گفته شده است. صادق خان شهردار لندن که خود او هم یکی از مسلمانان ساکن پایتخت بریتانیا است این چراغ‌ها را که به نماد مسلمانان تزیین شده روشن کرده است. در طول ماه مبارک رمضان برنامه‌های مختلفی در لندن در همین ارتباط تدارک دیده شده است. قرار است چندین برنامه افطاری نیز در موزه ویکتوریا و باشگاه چلسی بریتانیا برگزار گردد که در نوع خود تازگی دارد. دولت کانادا روز چهارشنبه دوم فروردین 1402 اعلام کرد که جمعیت این کشور در سال 2022 برای اولین بار بیش از 1,000,000 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار جمعیت کانادا از 38.5 میلیون در اول ژانویه 2022 به 39.5 میلیون نفر در اول ژانویه 2023 افزایش یافته است. این سال همچنین شاهد بالاترین نرخ رشد سالانه جمعیت کانادا 2.7% از سال 1957 میلادی بود. به گفته سازمان آمار کانادا تقریبا 96% از رشد جمعیت به مهاجرت مربوط می شود که برای رفع مشکل کمبود نیروی کار صورت گرفته است. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه لوح در شهر مزار شریف در شمال افغانستان یک بار دیگر در آستانه سال نو شمسی به یک اقدام نیکوکارانه دست زد. در این اقدام که زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد رحمانی نماینده آیت الله العظما شیرازی در شهر مزار شریف انجام شد، تعدادی پتو میان خانواده‌های نیازمند و ایتام توزیع گردید. همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، دارالقرآن حرم مطهر حسینی برای برپایی فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی خود در استان‌های مختلف عراق در این ایام ماه مبارک آماده شد. کرارش مری، مسئول مرکز اطلاع‌رسانی قرآنی دارالقرآن حرم حسینی با اعلام این خبر گفت با حلول ماه مبارک رمضان، دارالقرآن کریم فعالیت‌ها و مراسم قرآنی خود را در قالب 97 ختم قرآن در 11 استان عراق برگزار می‌کند. او افزود این مرکز قرآنی همچنین 20 برنامه ختم قرآن را با حضور دانشجویان 18 دانشگاه عراق برگزار می‌کند که این طرح بخشی از طرح قرآنی در دانشگاه‌ها و مؤسسات عراق است.